زما بر جان آن کس درود که داد و خرد باشدش پار و پود همسفران نازنین به برنامه بربال سیمرغ خوش آمدید در نشست امروز نیز گوشه هایی از شاهنامه را نگاهی میاندازیم که میدانگاه ستیز برای زندگی است تلاش و کوشش آدمی است برای داد و دانایی برای آزادی و آبادی این بار نیز نگاهی به گوشه دیگری از شاهنامه چشمنداز دیگری حکومت رهبر و فرمانروای نیک چگونه است چه آیین و سامانی دارد شاهان نیک و سیاستمداران نیکوی شاهنامه کدام ها هستند فردوسی چگونه در داستانهای خیش این فرمان روایان را به نقد می کشد نقد خرد سیاسی ایرانیان عشق مدارا مهر آشتی دشمنی نفرین نفرت در این فرهنگ چه جایی دارد با برفراشتن درفش قیام کاوه و کیان بر بیداد و خودکامگی نخستین و داستان شاهنامه رقم میخورد و شگفتا که با درید شدن درفش کاوه و به خاک افتادن کیانیان به دست عمر و تازیان آخرین داستان به سرانجام خیش میرسد اما اما خون پهلوانان دلاوران شاهان ایرانیان و انیران همچنان در رگهای ما میدود سیاوش و سهراب در میدانهای کار و زندگی ما حضور دارند کیکاووس هزارهاست که بر تخت نشسته است اسفندیار همچنان برای گسترش دین و بر پای داشتن قدرت می جنگه شاهنامه چونان رودی در تاریخ این سرزمین جاری است شاهنامه چونان خون در رگهای هر ایرانی میدود و به سروده سعدی این که در شهنامه ها آورده اند رستم و روینتن تن اسفندیار تا بدانند این خداوندان قوم که از بسی خلق است دنیا یادگار شاهنامه بخش مهمی از حافظه تاریخی ماست شاهنامه همچنین بخش مهمی از حافظه اساطیری ماست شاهنامه تعریف هویت ملی ایرانی است شاهنامه نقد خرد سیاسی ایرانیان است شاهنامه به تراژدی امر قدرت در این سرزمین می‌پردازد شاهنامه برآمد روزگار ساسانی است و فردوسی آن را به اوج و فرجام میرساند هر اثر هنری هر اثر هنری بزرگ و سترگی یک راز دارد راز شاهنامه در این است که در آینده زندگی می کند شاهنامه تنها یک اثر استورعی یا پهلوانی درباره دولت ها جامعه و تاریخ نیست نخستین و پرعرج نقد تاریخ ایران است و بیافزایم که هر جریانی جریان فرهنگی و ادبی یک رویداد جاودانه و بزرگ دارد شاهنامه بزرگترین رویداد ادبی ایران است و همین جا و همین جا پرسشی با شما در میان می نهم. اگر شاهنامه نبود ما از ایران از تاریخ و فرهنگ ایران چه می دانستیم؟ و پاسخ من انبوهی از مطالب در تبری بیرونی آمیزه از افسانه های دینی استوره و تاریخ و البته به عربی در ارج شاهنامه اگر همه کتاب های آن زمان را روی هم بگذارید به اندازه شاهنامه در آنها واژه ایران به کار نرفته است پیش از هزار بار و در سرزمین فرمان از بالا در شاهنامه دو نامه هست. یعنی بیش از سه هزار بیت شاهنامه گفت و گوست دیالوگ است، در سرزمین مونولوگ در سرزمین تکگویی گفت و گوست و این گفتگوها ها بین 600 شخصیت در 6 و۳ آستان و در دو یک جنگ جریان دارد شاهنامه به گنه دانشنامه ماست دانشهای مردم ایران، آنان که بیش از چند هزار سال در سرزمین بین فرارود و میاندرود میزیستند ارج بسیاری دارند ما کارها کرده ایم در زمینه دانش کارستان بخش بزرگی از اندیشه های آنان در دست بردهای روزگار از میان رفته است اما اینک به یاری بازیافته ها می توان به جرفای آن آین ها و اندیشه ها و دانش والای ایرانیان دست یافت دانش و حکمت ایران باستان یعنی دانش یزدانی یا اساطیری دانش پهلوانی یا حماسی و دانش خسروانی بخش های گوناگون دانش در این سرزمین و بخش های دیگرش از کسانی که دانش خسروانی را پاس می و سهروردی بزرگ بعدها به همه آنها اشاره کرده است جاماس به حکیم بزرگ مهر کی خسرو و امروز میخواهم درباره یکی از آنها سخن بگویم یکی از نمایندگان دانش خسروانی بهرام گور ساسانی بهرام که با برداشتن تاج از میان دو شیر به حکومت رسیده است و میکوشد تا بار دیگر حکومت های آزاد و مستقل را در ایران بازسازی کند دانش سیاست و به همین سبب ایران را بین سرداران و خردمندان بخش می بیایید از نخست نگاهی به زندگی افسانه‌ای بهرام گور بیاندازیم زندگی او از سه روزگار سه دوران می‌گذرد دوران رسیدن به قدرت و تقسیم ایران دوران سفرهای او به گرد جهان و آموختن از مردمان و دوران سوم پندهای وی به سرداران و اندرزنامه نامدار او در شاهنامه یعنی چکیده اندیشه ها و آین خسروانی او که ما امروز به آن نگاهی می اندازیم. در این بخش سوم است که گوهر پاک اندیشه های انسانگرایانه خیش رو یعنی فرهنگ ایران رو بیان می و سندی بنچاکی جاودانه از آیین کهن ایرانی از فلسفه سیاسی ایرانی رو به یادگار می نهد و از پاره های باشکوه شاهنامه است. در زمان در بهرام است که برای شادی مردمان نوازندگان و رامشگران از هند به ایران می آیند و در کوچه و بازار برای شادی مردم هنر می آفرینند و برای مردمان مردمان عادی فرمان آموختن و رفتن به دبستان داده می شود شهرسازی و پیشه ها رونق می گیرد امنیت و آرامش گسترش مییابد در پناه آزادی در پناه دانش دوران وی روزگار بهرام بر بنیاد بنچاک هایی که در دسترس ماست از بهترین روزگاران پیشرفت ایران است حکومت او رو میتوان با حکومت آشوکا در هند سنجید و البته از نام او بگویم و دنباله نامش گور به گمان من گور نه آنچنان که گفتند به معنای گور است زیرا وی به شکار گورخر علاقه داشته است بلکه به گمان من گور همان گبر است همان گور است در زبان و لحجه یزدی و روستایان اطراف آن و این گبر معنای پهلوان زهدان تخمه دارد و بهرام و رام فرزندان سیمرغند که از عشق بازی آنان آن دو بال سیمرغ هر سپید دم جهان دم به دم از نو زاده می بهرام گور از دیدگاه اساطیری یا بهرام گور همان فرزند سیمرغ است که آین کهن ایران را نمایندگی می کند این چنین بین تاریخ و استوره و افسانه آدم‌ها در رفت آمدند هنوز امروز زرتشتیان یز گبر رو بر وزن جور همان گور میخوانند همچنان که آب رو او میگویند و گبر رو گور میگویند بهرام گور گبر گبرک گبرکی واجه است که در نوشته های نظم و نصر پارسی بسیار دیده می شود چندین بار در شاهنامه و در التفهیم بیرونی آمده است و به معنی کیش زرتشتی و دین مزدیسنا به کار رفته است در سرزمین های همسایه ایران در هر جا که این واژه راه یافته به معنای کافر به کار می رود همچنان که زرتشتیان رو مسلمان ها کافر می نامیدن گور می نامیدن گبر مثل گوره در عراق گاور در ترکیه و میدانیم که ترک ها همه ایسویان و یهودیان رو چون به دین و آین ترک ها نبودن به این نام می و برخی البته واژه گبر رو به واژه آرامی گبره که حضوارش هست پیوند میدن و به معنای مرد ولی به باور من به گمان من این ریشه در همان پهلوان دارد بهرام گبر است پیترو دلاوله جانگرد ایتالیایی که در ایران بوده نوشته است که زرتشتیان خود را بهدین مینامند و از نام ناستوده گبر بیزارند گبر که یک روزگاری پهلوان بوده است یک روزگاری برای توهین به زرتشتیها ها به کار میرفته گبر معنای زیبایی دارد بهرام گور یا بهرام گبر یا به بیان مشهور بهرام گور پانزدهمین شاهنشاه ساسانی است و پادشاهی رو نه به ارث با اندیشه و دلاوری و از میان چنگال و دندان شیران به دست می آورن. دوران وی از باشکوهترین دوره های تاریخی ایران است. شادی و شور آرامش و آزادی در ایران استرده می شود. و مردمان به کار و زندگی در آرامش میپردازند بهرام گور یا بهرام گبر در بخش تاریخی شاهنامه نیز، از درخشانترین ترین هاست او در این کتاب از تاریخ تا جهان افسانه و استوره در رفت آمد است برآمد جان و فرهنگ مردمان برخی از داستانهایی که در شاهنامه در باره بهرام آمده است از کهنترین آبشخورهای استورهی ایرانی نوشیده است مانند داستان لنبک آبکش و دختران دهقان که همه از فرهنگ زن خدایی شکومند گذشته ایران برآمده است بهرام گبر در تاریخ شاهنشاهی ایران نیز چهره ای کم مانند است در شاهنامه تا جایگاه نیم انسان و نیم خدا به بالا می رود کارهایش همه کارستان و در کار داد و خرد و آبادی و آزادی است ستونهای فرهنگ ستونهای شاهنامه داد و خرد و آبادی و آزادی شاید از همین روی است که موبدان و دشمنان آزادگی پدر آزادش را اردشیر بزهکار و خودش را بهرام گبر به معنی کافر و بی خدا خب از نامش درگذریم و به کارش بپردازیم بیایید در شاهنامه با بهرام باشیم و دل به داستانها و سخنان این شاه فیلسوف ایرانی بسپاریم که هنوز و هنوز ما و فرزندان ما نیاز بسیاری به این گونه انسان ها داریم او نمونه یک سیاستمدار برجسته کشوردار و جهان آراوی نیک آشتی جوی بامر و مداراست بهرام رو در کودکی به دانایان می سپارند تا همه دانشهای زمانه را فراگیرد به برگیرد و دانش آموزدش دل از تیرگی ها یفروزدش زرومی و از هندی و پارسی نجومی و گر مردم هندسی هم از فیلسوفان بسیاردان سخنگوی و از مردم کاردان رهبران و سیاستمداران در این فرهنگ این گونه پرورش میافتند نمشتی بیهودگوی بی سواد نادان خراف پرست دانش رومی، هندی، پارسی، ستاره شناسی، هندسه، فلسفه و سوی دیگر سه آموزگار برجسته برای او میگیرند او قرار است رهبر این سرزمین بشود باید دانش بداند فلسفه بداند یکی تا دبیری بیاموزدش نویسندگی دل از تیرگی ها بیافروزدش یکی آنکه دانستن باز و یوز بیاموزدش کان بود دل فروز. شکار و نبرد و بزم و رزم بیاموزد و دیگر که چوگان و تیر و کمان همان گردش تیر با بدگمان این هاست راز هایی که باید از شاهنامه آموخت اینها درس های شاهنامه است درس است دبستان است فلسفه است دانش است و چون سرانجام تاج از میان شیران برمیدارد و در نخستین نشست با خردمندان از حکومتی آزاد سخن به میان می آورد که بر رای خردمندان و دادگری و یاری ستم دیدگان استوار خواهد نه این که برود به گورستان و بگوید من توی دهن این دولت میزنم من چه میکنم من چه میکنم با خردمندان از آزادی سخن میگوید میگوید ببینیم این سخنرانی چیست این سخنرانی یک رهبر آگاه است همه رای با کاردانان زنم رای میزند با کاردانان به تدبیر پشت هوا بشکنم دهم داد آن کس که او داد خواست به چیزی نم سخن جز براست بر این کار اگر سال صد بگذرد نپیچم ز گفتا جان و خرد ز میراس بیزارم و تاج و تخت و پس نشینم بر شوربخت به به مروارید کلمات در خوشاب است درس است هزار بار این پاره را بخوانیم و بسنجیم با رهبران امروز ما. در جهان و چنین رهبری چنین شاهی در نخستین کارخیش در نخستین فرمان خیش در نخستین اقدام خیش بار انبوه مالیات را بر مردم میبخشد ببخشید و دیوان بر آتش نهاد همه شهر ایران به دو بود شاد دنبال کنید داستان رو فرمان بعدی او چیست فرمان میدهد هر کس که از بیم حکومت پیشین و از ترس از کشور گریخته است در آرامش و امنیت و آزادی میتواند به سرزمین و میهن خیش بازگردد. گوی امروز است کسی را کجا رانده بود یازگرد بجست و به یک شهرشان کرد گرد بدان تا شود نامه شهریار که آزادگان را کند خواستار برگردید به کشورتان این کشور مال شماست نه اینکه چندین میلیون ایرانی رو در قرن بیست و یکم وادار به گریز از سرزمین خیش کنند و آواره جهان این حیولاست این دشمن ایران است در داستان بهرام گبر آن شاهنشاه بزرگ داستانهای لنبک آکش جنگ با هند و روم داستان کشتن گرگ کشتن اجده همه اینها و داستان های دیگر او را در ردیف رستم و دیگر پهلوانان و چهره خردمند استوره ای ایران قرار میدن داستان بهرام و آزاده چنگی دستمایه هنرهای ایرانی چون نقاشی نیز بسیار بوده است در شاهنامه فردوسی پنج گنج نظامی روایت های گوناگونی از آن هست روایت هنر عشق آزادگی داستان بهرام و آزاده چنگی و ما راویان اخبار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چون این روایت کردن که روزی بهرام با آزاده چنگ نواز و خنیاگر سیبهای خیش به شکار رفت و گورخرهای زیادی شکار کرد آنگاه به آزاده گفت میل دارم آن گور را به هر شکلی که دلخواه تو باشد شکار کنم آزاده گفت گفت باید که رخ برف روزی سر این گور در سمش دوزی گفت با تیری سم او رو به گوشش بدوز بهرام مهره ای در کمان نهاد و رها کرد تا در گوش گورخر جایی گرفت حیوان سم پای راستش رو برای خاراندن به گوش خود نزدیک کرد تا مهره رو از گوشش خارج بکنه و بهرا با تیری دیگر سم او در گوشش دو. اما فتنگر فتنه آن دخترک آن آزاده چنگی گفت این همه نشان ستم است و بیداد بر این جانبر آدمی در هر کاری که ورزیده شود و بارها بیازماید آزموده خواهد شد کار نیکو کردن است پر کردن است شاه چون این سخن شنید خشمگین شد آزاده از دربار رانده شد و به کاخی نزدیک شهر نزد آشنایی رفت این سرای شست پله داشت و آزاده از همان روزهای نخست گوساله ای را که تازه از مادر زاییده شده بود بر دوش می گرفت و روزی چند بار به بالای عصر می برد و پایین می آورد تا بر فراز تپه بچرد بیاش آمد. گو بر اثر گذشت روزگاران بزرگ میشد ولی چون به دوش کشیدن و بالا بردن او همه روزه چندین بار تمرین و تکرار میشد رشد آهست آهسته آهسته گوساله تأثیر زیادی بر آزاده ننهاد و او همچنان این گوساله رو که اینک دیگر گاوی شده بود بر دوش میگرفت و از پله ها به بالا میشد روزی بهرام به شکار گورخر میرفت از خستگی مهمان همان دوست شد و به هنگام شطرنج بازی چشم بهرام و آزاده افتاد و او را نشناخت اما از کار او دچار شگفتی شد چون پرسید پاسخ آمد که این گاو را از زمانی که گوساله ای نوزا بود بر دوش گرفته و به بالای قصر بردم و چون در این کار از تمرین و تلاش دست نکشیدم آهسته آهسته بدان خو کردم همانسان که شاه سم آهو به گوشش دود شاه او رو شناخت و سخت از کرده خود پشیمان شد و او رو در کنار گرفت و با خود به کاخ خیش برد. داستان بسیار است. اما حکومت بهرام به انسان آغاز می شود. فرمانهای وی همه نشان از انسانی والا خردمند و مردم دوست دارد. این فرمان ها رو بنویسیم به کودکان خیش بیاموزیم به دیوارهای اتاقهایمان من بیاویزیم در یکی از فرمانهایش آمده است که همه گنجهای شاهان پیشین را بگشایید و بین مردمان تقسیم کنید بیوگان و یتیمان و رنج و مال از دست دادگان را سرپرستی کنید ویرانی ها را آباد سازید یعنی بیمه های اجتماعی در دو هزار سال پیش بیمانند است در تاریخ بدو گفت شاه ای سر موبدان برکار هر کار داناتر از بخردان ز گنجی که جمشید بنهاد پیش چرا کرد باید مرا گنج خویش هر آن گنج کان جز به شمشیر و داد فراز از پادشاهی مباد مال مردم است دسترنج مردمان است به ارزانیان ده همه هرچی هست به مردم به بیچارگان به فرودستان و از کارافتادگان بده ارزانیان پیداست داره است که سخن میگوید مبادا که آید به ما برشکست اگر نام باید که پیدا کنم اگر در جستجوی نام هستم به داد و به شمشیر گنجا کنم نه مال مردم رو و به زور فروشید گوهر به زر و به سیم زن بیوه و کودکان یتیم توهیده است مردم که دارن نام گسست دل از جای آرام و کام طبقه بندی می کند گروه گروه مردمی که نیازمندند قانونمند می کند یاری به مردم رو ببخشید دینار و گنج و درم به مزد روان جهاندار جم مرا تا جوان باشم و تندرست چرا بایدم گنج جمشید جز گنج جمشید دستاورد رنج مردم است به مردم باید داده شود پس از این فرمان ها و آبادان کردن پای تخت و شهرهای پیرامون به گرد جهان میگردد و از فقر و گرفتاری مردمان پریشان می شود و فرمانی چنین می چه چو بخشیدنی باشد و تخت و تاج زگیتی نخواهیم از این پس خراج بفرمود تا پس خراج جهان نخواهند نیز از کهان و مهان به هر شهر مردی پدیدار کرد سر خفته از خواب بیدار کرد بدان تا نجویند پیکار بد نیاید ز پیکار جز کار بد آفرین آفرین بر بهرام آفرین بر فردوسی آفرین بر مردم دانای ایران و چون این رهبرانی دو هزار سال پیش از دولتیان میخواهد کمر بربندید و نهادی برای خدمات اجتماعی برای کودکان شگفتا برای کودکان زنان بیوگان یتیمان بیکاران و آسیب دیدگان اجتماعی بنا این قانون رو امروز در اروپا نوشتن گویا خدمات اجتماعی برای گروه های مشخص مردم کودکان، زنان، بیوگان، یتیمان، بیکاران و آسیب دیدگان اجتماعی شاهنامه رو خوانده اید؟ شاهنامه رو بخوانی. این کارهاست که وی رو در ردیف یکی از برجسته ترین چهره تاریخ کشورداری در جهان قرار میدهد یکی یکی نام میبرد همان نیز پیری که بیکار گشت به چشم گران ما و خار گشت دگر مر کرا چیز بود و بخورد کنون ما با درد و با باد سر کسی را که وام است و دینار نیست وام گرفته نداره پول بده به بازارگانی کسش یار نیست دیگر کودکانی که بینی یتیم پدر مرده و نیستشان شان زر رسیم زنانی که بیشوی و بیپوششند یعنی خانه و مال و منال خودشون رو از دست دادن که کاری ندارند و بیکوششند که بیکارند کار پیدا نمی شود بر ایشان ببخشین همه خواسته برافروز جان روان کاسته فرمان مرگ نمی دهد فرمان کشتار و سرکوب نمی دهد فرمان داد میدهد فرمان دلجویی از مردم میدهد. به کودکانمان به جای وسیعت نامه و مرگ نامه این هیولاها اینها رو بیاموزیم و پس از آن که همه این کارها رو به سامان میرسانند و مردمان آزادی و آرامش و شادی میگیرند بیانیه و فرمان بزرگ و تاریخی خودش رو صادر می کند که باید در تمام دبستان‌ها و در تمام خانه ها به فرزندان به سیاست مداران، سیاست پیشگان، سیاست ورزان ایرانی آموزش داد باید بر تمام دلها نوشت و در یادها سپرد و آنچه من میخوانم گزینه ای از آن است برویم بخوانیم تک تک این واژگان مروارید فرهنگ ایران است خرد بر دل خیش پیراوی کرد به رنج تن از مردمی مایه کرد زدل دل کیفر و بدخویی دور کرد خرد را به هر کار دستور کرد چه دستوری را بدانید بدانید که از داد جز نیکویی نیاید نکوبد در بدخویی بکوشید تا رنج ها کم کنی دل غمگنان شاد و بیغم کنی که گیتی نماند و نماند به کس بیازاری و داد جوید و بس به جز بندگی پیشه من مباد جز از داد اندیشه من مباد نخواهم خراج از جهان هفت سال اگر زیر دستی بود گر به هر کارداری و خودکامه ای نوشتیم بر پهلوی نامه ای که با زیردستان جز از رسم و داد ندارند و از بد نگیرند یا. هر کس که درویش باشد به شهر که از روز شادی نیابند بر فرستید نزدیک ما نامشان براریم از آن آرزو کامشان کسی را که وام است و دستش توهیز به هر جای بی ارج و بی فرهیست هم از گنج ماشان به تو زید وام به دیوان ها برنویسید نام کسی کش بود مایه و سنگ آن دهد کودکان را به فرهنگیان فرمان آموزش و پرورش رایگان است به دانش روان را توانگر کنید خرد را بدین بر سرف سر کنید زدارنده بر جان آن کس درود که از مردمی باشدش تارو بود نه این جانوران آدم کشان سلاخان قصابان مردم ایران تاریخ ایران چنین شاهانی داشته است و چنین می شود که جهانی به رامش نهادند روی و زندگی چونان بهشت می شود چنان شد چنان شد که از بید سرخ افسری دو دینار میخواستندی سری یکی شاخ نرگس به یک درم خریدی کسی زان نگشتی ز شادی جوان شد دل مرد پیر به چشم درون آبها گشت شیر نیک شهر می خواهیم آرمان شهر جستجو میکنیم. در فلسفه جهان برویم در شاهنامه پیدا کنیم و سپس به تمام سیاست مداران و سیاست ورزان و کارداران و سرداران ایران میگوید که با زیر دستان مدارا کنیم ز خاک سیه مشک سارا کنیم که با خاک چون جفت گردد تنم نگیرد ستم دیده ای دامنم شما هم چونین چادر راستی بپوشید شسته دل از کاستی همه دست پاکی و نیکی بریم جهان را به کردار بد نسپریم به جای فرمان سرکوب و کشتار و بگیر و ببند از سرداران و سر پاسداران خیش میخواهد که جنگ کینه دشمنی رو پایان بدهید حتی اجازه توهین و ناسزا به جانوران و حیوانات میگوید ندارید مریضید هم خون گاوان ورز که ننگی بود کشتن گاو ورز همه رای با مرد دانا زنید دل مردمان جوان نشکنید میگوید دل مردمان جوان رو نشکنید گاوان رو نکشید و اینها جوانان ایران رو بردار میکشند. بر کجای این شب تیره بیاویزم قوام زنده خود را ذوق ادبی و موسیقیدانی بهرام نیز بناو است نوشتند چهارصد نوازنده و خواننده از هند آن لولیان آن کولیان آن خونیاگران رو به ایران آورد تا به رایگان برای مردم شادی بیافرینند موسیقیدان ها جایگاه بسیار پرارجی پیدا کرده. هنگامی که در هیره نزد نعمان لخمی بود به خونیاگری موسیقیدان دلباخته بود این کلمه لوری یا لولی یا کولی یا لوتی شاید که به شعرهای دیگران راه یافته از بهرام آمده است به نزدیک شنگل پادشاه هند فرستاد کس چنین گفت که شاه فریاد رس از آن لوریان برگزین ده هزار نر و ماده بر زخم بربط سوار چلوری بی آمد به نزدیک شاه بفرمود تا برگشادند را و بفرمایید به موسیقیدان ها به خواننده ها به رقاصه ها انسان بود برای اینکه شعور داشت برای اینکه گفت در زم شما هم نباید بیکار بگردید به هر یک یکی گاو داد و خری زلوری همی ساخت برزیگری اما نیز خروار گندم هزار به دیشان سپردان که بود پایکار بدان تا ببرزد به گاو و بخر زگندم گندم کند تخم و آورد به بر کند پیش درویش رامشگری ورا رایگانی کند کهتری آفرین برای آگاهی از چگونگی موسیقی در روزگار بهرام باید به ادبیات و بنیاد اون یعنی شعر هم پرداخت زیرا در آن روزگار شعر و موسیقی بسیار به هم پیوند نزدیکی داشتند مالند سرود کرکو از آثار روزگار ساسانی شاها خدایگانا به آفرین شاهی افروخته بادا روشنایی عالمگیر باد هوش گرشاس همی پر است از جوش نوش کن می نوش همیشه نیکی کن نیکوکار باش که دیروز و دیشب گذشت شاها خدایگانا به آفرین شاهی و گویند که بهرام خود نیز شاعر بوده گوشه های از دستگاه های موسیقی آن زمان هنوز هم نواخته میشه مانند خسروانی، اورامان، پهلوی مانی دانشمند برجسته ایرانی فیلسوف و نقاش بزرگ ایرانی از موسیقیدان های آن روزگار بسیار نوشته است در آین مزدک نیز از موسیقی بسیار نوشته شده مزدک در جایی میگوید خداوند آسمان ها مانند پادشاهی بر تخت نشسته و چهار نیرو شعور خرد حافظه و شادی در پیش او ایستاده و قوه شادی نماینده موسیقی است هنر موسیقی در آن روزگار تا بدان جا رفت که ترانه های زربی مانند درامد های امروزی ساخته شد و کسانی چون آزادوار چنگی گوسان نواگیر از آن روزگارند و گوسال دورگرد و خونیاگر نینوازی بوده است چون این است چهره ای که فردوسی از یک شاه و فرمانروا در شاهنامه آورده است این دانش خسروانی ماست اما بهرام گبر به ادبیات داستانی و شعر ما نیز راه یافته است در جستاری پس از این داستان بهرام رو در هفت پیکر نظامی پی میگیریم و می سنجیم با یکدیگر روایت گوناگون بهرام رو بهرام گور یا بهرام گبر یا بهرام پهلوان یل یل دانش یل رهبری فرمان روایی، آزادی آزادگی و فرهنگ ایرانی است شاهنامه رو بخوانیم و بدانیم بیاموزیم و به دیگران بیاموزانیم تا جستاری دیگر سبز باشید